سلام ایزاره. سلام ارادتمندم. خدا قوت. خواهش میکنم. متشکرم. امروز اومدیم بازار وکیل سرای مشیر شیراز. یه ویدیو داریم تهیه میکنیم از هنر اصیل شیراز، خاتمکاری. شیراز از بسیاری جهات یک شهر دوست داشتنی و زیبایی هست. در کنار آثار فراوان تاریخی و باستانی، صنایع دستی بسیار زیبایی هم داره. در رأس اونها خاتمکاری یکی از هنرهای اصیل و هزار ساله این شهر زیبا و دوست داشتنی هست. امروز اومدیم خدمت یکی از اساتید محترم خاتم شیراز، آقای رضا زاره، تا در مورد خاتم شیراز برامون توضیح بده. در خدمتتون هستیم. اگر از این ویدیو لذت بردید لایک و کامنت یادتون نره. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگاه اهل هنر شوی. به نام خدا، رضا زاره هستم، متولد مرداد ماه 1356، شهر زیبای شیراز. مدت 33 سال هست مشغول کار خاتم هستم مکتب شیراز. از تکه نواب شروع کردم به کار خاتم. هنر خاتم شیراز هنری است بسیار زیبا، بی‌نظیر، منحصر به فرد. باید که از نزدیک هر انسانی بتونه این هنر رو ببینه تا این صحبت‌های منو بیشتر و بیشتر متوجهش بشه. خاتم شاخصه‌های مختلفی داره، مخصوصاً خاتم شیراز. خاتم شیراز علی‌رغم اینکه پشتش از آستر چوبی استفاده میشه و اینکه لایه‌های مسی و برنجی بین خطوط گلبرگ و گلوش قرار میگیره و اینکه چسب سیرشم داره، اینا چیزایی رو که باید از نزدیک یه نفر که علاقمند به هنر هست ببینه، ولی چیزی رو که شاید همه از دوربینای تلویزیونشون یا رو موبایلشون میبینن، هنر مکتب خاتم شیراز بسیار زیباست از لحاظ رنگ، طراحی و اینکه ما که مشغول به این کار هستیم و گاهی اوقات این کارهای قدیمی رو تعمیر میکنیم با 200 سال 300 سال قدمت، میبینیم که چقدر استادای قدیم زحمت کشیدن، چقدر واقعا رنج بردن. اینکه راجع بهشون بگیم هنر خاتم در گذشته عشق بوده و عشق، بی ربط این صحبت نیست. یعنی نگاه به کارها که میکنی متوجه میشی که واقعا امروزه بسیار بسیار یا بعضی موقع در تصور نمیگنجه که یه نفر بتونه خاتم مکتب شیراز رو به این زیبایی، به این قشنگی بتونه کار بکنه و با این همه زحمت. امروزه متریال و همون مواد خاتم خیلی ساده تر و راحت تره و امیدوارم که قدر بدونیم این هنر رو و ما هم بتونیم کارهای نفیس بی‌نظیر رو بسازیم و شاگردای خوبی رو برای نسل آیندهمون بذاریم. و این یک وظیفه است، یک دینه که رو گردن ما هست، همینجور که اساتید بزرگ خاتم این زحمت رو کشیدن. خاتم شیراز هزار سال قدمت داره، باز اینو تو کتابا شاید خونده باشید. از نزدیک کارهای قدیمی رو که ببینید متوجه میشید که چجوری خاتم اولیه از مربع شد، مثلث، لوزی، استخوان بهش اضافه شد و اینکه تا به امروز تبدیل شده به این خاتمای اصیل. خاتم از چوب فوفل، آبنوس و ناب درست شده. خاتمای اصیل از چوبای طبیعی استفاده میشه درش و استخوان شتر از ساق شاخ‌قلمش و دنده‌های گاو و سیمای برنجی. ما نمیتونیم که کلن بگیم که کارهای قدیمی همشون با سیم طلا بوده. چند تا کار شاید به تعداد انگشتای دست از سیم طلا استفاده شده، ولی بقیه کارا همه از سیم برنجی استفاده میشه. این چوب، سیم، استخوان موادی هستن که باشون خاتم درست میشه. چون اشکال هندسی رو از قبل هنرمند آماده کرده، مثلث، لوزی، اینا رو با کنار هم قرار دادن طبق نقشه‌ای که تو ذهنش هست، اینا رو دونه دونه کنار هم قرار میده. مثل اینا که از قبل طراحی شده برای خاتمای کاردی، خاتمایی که بسیار دشوارن، خود اون هنرمند، اون استاد باید دونه دونه اینا رو یکی یکی تو تخته رنده بسابه درست کنه، یا خاتمای معمولی باید کنار هم دیگه این سیما رو فیکس کنه تا به اون نقشه‌ای که تو ذهنش هست برسه و بتونه خاتم رو کامل کنه و تبدیل کنه به لوز خاتم به اشکال مختلف و نقش‌های مختلف.
و البته اسمهای مختلف. وقتی که این لوزا تشکیل شدن برش میخورن و در اصطلاح بهشون میگن قطار کردن. اینجوری کنار هم دیگه به صورت نمادین بهتون نشون میدم. زمانی که اینجوری قطار میشن، در قدیم با اره دستی اینا برش میخورده و امروزه با اره برقی. این که تو لفظ بعضی از مردم میگن خاتم ماشینی شده، خاتم همچنان همون زحمت و رنج خودشو داره. یعنی شما باید دونه دونه اینا رو کنار همدیگه قرار بدید. این رو اصلا هیچ ماشینی انجام نمیده. ولی اون قسمتی رو که تو لفظ میگن که ماشینی شده، این قسمت برششه. این رو با ارهای برقی، ارهای فلکهی میبرن که قدیم اینا رو با ارهای دستی میبریدن با شکل و فرمای مختلف که هر کدومشون یک کاری رو انجام میدادن. این ایرام خودمشون هر کدومشون ایرای سرقت کنی اسمای مختلف و وظیفه های مختلفی دارن. بعضی هاشون استخونباری هن، بعضی هاشون سرقت کنی هن. اینا رو برش میزدن. امروزه با دستگاهی کار رو میکنن، زمانی که برش میزنن به زخامت 1 میل 9 دهم 7 دهم به زخامتی که خود خاتم بر از قبل گاردشو میبنده رو ایره، زمانی که برش خوردن خاتما به این شکل یا به این شکل فرق نمیکنه. مدل‌های مختلف در مکتب شیراز پشتش از آستر چوبی، چوب درخت سپیدار استفاده میشه که از شاخصه‌های مهم خاتم شیراز هست و زمانی که برش خورد اینا دیگه آماده میشن برای مرحله چسبوندن روی سطح کار. حالا اون کار میتونه مثل این یه ضرب خاتم باشه و مدل‌های مختلفی که اینجا میبینید. خاتمایی که قرار رو کارهای اصیل کار بشه مثل این از چوب فوفل و اون ناب درشون استفاده میشه. ولی امروزه چوبای رنگی رو هم شما خیلی خیلی در سطح بازار میبینید. مکتب شیراز مکتبی است که هرچی میریم جلوتر قدمت و اصالتش بیشتر مشخص میشه، چون اون موقع نبوده دوربینی گزارشگری که این همه زحمتی رو که استادای کشیدن که واقعا بعضی از کاراشون باعث میشه انسان اشک تو چشش جمع بشه از این همه همت، تلاش و اینکه اصلا دیده نشدن. این جعبه هزار پیشه هست، به عنوان کار فاخر در کشور معرفی شده. این جعبه در قدیم طلافروشی ها عطاری ها داشتن، ما بازسازیشون کردیم و امروزیشو به این شکل ساختیم که کاملا فرمش با قدیمیش متفاوت هست و کاری بسیار براش زحمت کشیده شده. 9 ماه طول کشیده تا این کار رو درست کردیم. از خاتم دو رنگ استفاده شده. اینجا اسم سازنده با خاتم پیچیه و دارای کشوی مخفی هست. این قسمت تمام چوبایی رو که میبینید داخلشون هست، اینا همگی از استخوان و فوفل استفاده شده. تمام خاتم ها خاتم اصیل شیرازی، بسیار زحمت کشیده شده براش تا این جعبه درست بشه. این قسمت برجسته کاریه خاتم های کاردی که خاتم هایی هستن بسیار سخت و دشوار در ساخت گوشه های کار شده. و این قسمت پشت تا در ته جعبه هم خاتم کاریه، از پایه‌های برنجی استفاده شده که به کار صدمه نرسه. قیمتش؟ قیمت کار در حال حاضر 300 میلیون هست. اینم قفل کلیدی که